خوب مفهمم که دختری قومای علی در سرم خود در چیمکی میگیری. تانا یک موی خورکی رنگ ده زرد، تانا یک موی خورکی رنگ ده زرد، چی می سوزه تو از کی میگیری؟ گفت نه که خنده که به خنده نوربندی، اگر خنده کنی بخمره کندی. Welcome to Puli Khaju. Welcome to my country. Tahoy, amanam gumanam ki rostam tuye, zi pushti zalu zarai man tuye. سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستای عزیز، امید کنم جورسی حتما وستری حال باشین. Welcome to اصفهان and نصف جهان. نام فهمی رو چرا اصفهان and نصف جهان مگه؟ دیگه ایشی مربوط به خود ایرانی ها داره یا کسایی که نام گذاشته داره. خب گب طولانی نکنم، ما آمدیم در اصفهان. امروز این ویدیو رو ما از اصفهان میگرم، جاهایی که دیدنی و توریستیه که کسایی بیه، از اینجا ما ویدیو میگریم. ایرم موگا سیو سیفول با ما باشین کنالی امکاری ما شاید به این نوجوان امیتر. خیلی دوستا کامنت کرده بود که ای در جان تو زده ای از مردم خود ما، یعنی امروز باید ما مضبوط بگریم علی تو از کجایی، چرا پیش ما نمیایی. خب دیگه منتظر باشیم که امکاری عزیز ما مایا یا مرا سری کار گذاشته. جانم از دیگه ویدیو رو تا آخر بیننده باشین. اگر ویدیو موردی پسند شما بود، ویدیو رو لایک و چینل هم ویدیو رو تا کنین، یک سبسکرایب عالی، در انگلیش یک کامنت بریم بگذارین. بخاطر ما فارسی رو خوب خوانده نمیتونم، ولی کسایی اگر انگلیش یاد داشته کامنت در انگلیسی بگذاره که از کجا ویدیو رو بیننده است. جگر شما نفس اشلی بدهش. آرایت امکار امام فکرنم که اماد بد سرگردان ولی بگی موبایل بالا هم نگی ایتر تو هم نه نم فهم که خوش اکس سلفی میگره چی برم که آمد. هلو هلو، گود مورنینگ، چی احوالی؟ خیلی دیر کردی. ما امیتر فکر کردم که مرا سری کار گذاشته. نه بابا، این حرفش ترافیک بود به خدا، من تو راه بودم، تو مسیر بودم. الهی این ترافیک خانهش خراب شه. دیگه چی حال احوال؟ خدا رو شکر شما خوب. فامیلی عزیز خوب بودن؟ خدا رو شکر سلام رسونده. فکر میکردی که من از پشت اصفهان بیم؟ آره دیگه، چون آخه بعد تهران اصفهان حرف اولو میزنه به نظر من. حرف اولی که میزنه اینجا چی داره؟ سیاسه پول، میدون امام، همین سیاسه پولش یه دنیا است. همین سیاسه پول هست؟ آره. بریم یک قدم بزنیم. اگر راستش بگو، امی دوستا کلش کامنت گذاشته بود که آقای سروری تو رو سری کار گذاشته، در جان زده، یعنی این دختری قومایه. امی شاعر میگه نه، مگه قدید دیگو عکسی سلفی میگیری، قدید دیگو عکسی سلفی میگیری، در مکه شد خدا جنگی میگیری. خوب مفهمم که دختری قومای علی در سرم خود در چیمکی میگیری. تانا یک موی خورکی رنگ ده زرد، تانا یک موی خورکی رنگ ده زرد، چی می سوزه تو از کی میگیری؟ اینالی تو وقت موی زرد کرده در جانم زده، راستش بگو که یه در جانم زده یا چجوریه؟ خب شما اون روز از من پرسیدین، فقط گفتیم مال کجایی، من گفتم ما اصفهانم، بچه اصفهانم، ولی خب من اصالتا افغانستانی هستم، از مردم غزنی جاغوری با افتخار. هیچ وقتم هویت خودم یادم نمیره، واقعا بزرگترین افتخار زندگی اینه که افغانیم، ولی دیگه نمیدونم، من فقط بلد نیستم افغانی صحبت کنم، همین برام سخته، چون توی ایران به دنیا اومدم، ایران بزرگ شدم و میدونم قیافم مشخصه که افغانیم. اگر راستش بگو، ما هم امیت شک کرده بودم به خاطر مو عکس ها و بعضی ویدیو های تره، یک کالایی که تو هزارگی پوشیده بودی داخلی نستا بود، ما از اون ویدیو بعد هی بیبی، از اون ویدیو بعد ما کنجکاو شدیم، رفتم اینستایت چک کردم که یک لباس هزارگی پوشیده بودی. میگم که لباس افغانی اینا هویت ما، اصلا نمیتونم مثلا دورش کنم، اگه بخوام نمیتونم، این کار نمیکنم. با افتخار میگم که من افغانی هم، از مردم غزنی جاغوری. جاغوری
زنده می سازد دلم آب و هوای جاغوری، خرم و سرسبز باشد کل جای جاغوری. انشاءالله. گرفتی مطلبه؟ بله. خدا یارت. خب همکارم برامد از جاغوری چی بهتر. خب دوستان ما در بابت از جای یک ریزه توضیح بدی، یک توریست یا کسایی که از داخل خارج باید اول در کجاها بره، یک کوتاه توضیح. یک سیاسفول از بعد کجاها بره؟ سیاسفول بعدش میدونه ما منار جنبون، آلی قاپو، ناجون. جای دیدنی خیلی زیادی دارم دیگه. بگم بهتون موزه و اینا داره، کلیسا، کلیسای وانک خیلی معروفه، بازارا، پاساژایی که دارن دیگه، کافه‌هایی که دارن، همشون خیلی جای دیدنی داره. کوه آتیشگاه که از چندین سال قبل مونده اینا. خب دوستای ویدیو رو ما از هر جگه اصفهان اکسپلور نم کم کم که تا که توریست که باید در کجاها بره. ما اینجا نمیخوایم ویدیو رو مزید طولانی شنه، میریم یک جای دیگه با ما. همراه باشید. باشه جون، یه ویدیو رو ما از اصفهان، جاهایی که توریست باید چکر بره و بگرده، ما از اونجا میگرم بلدشم. شماها اگر ویدیو رو دیدین بلدشم آسانش اینه که اگر در مناطق اصفهان باین در کجا کجا بریم. ای استار ویدیو این بود از سیسیفول. ویلکم تو پولی خاجو. دوستای جای رو مگه پولی خاجو، اشتباه نگفتم دیگه؟ نه درسته، پول خاجو. پولی خاجو، پولی خاجو. چرا این پولی خاجو مگه؟ این پل توی دوران صفوی یکی از پل‌های مشهور کل دنیا بوده، توی جهان دیگه. بعد ازش به منظور سد استفاده می‌کردن از دوران صفوی تا الان، که به خاطر نقاشی کاریایی که داره و اینا الان خیلی مشهوره، از همه جا میان دیدنش. سفری دیگه ما نفهمیدیم که سفری کیها بوده؟ صفویه. صفویه. اوکی. دیگه این یک تورست پوینت است که اینجا اگر کسایی بیه یک دفعه اینجا هم باید باید. در بابت ماشین یا موتر که گفت زدم، گاڑی یا کار، اینجا کمادین در هر هوتل که امو اقامتگاهشین بود که میششتین، بس از اونجا یک دن موتر بلدشم اجاره کنه، بس او پورا جاها را بلده شمر مبر اتا رستاها. درست فهمیده؟ بله بله، همه جور بلده. یه پول از این معروفه که ما فکر میکنیم یه پول بسیار سابقه و کونه است، اما نقش و نگارشان دیگه از او خاطر اینجا یه پول مشهور است. دیگه یک آب میتر روان است. ادامه زاینده روده. ادامه؟ آبش ادامه زاینده روده، یعنی از زاینده رود میاد جاری میشه میره تا شهر و روسا و دیگه. یعنی میگه که از زاینده رود میه این بر اون بر مره. درست، یعنی از سیوس پل میاد اینجا پل خاجو و ادامه داره دیگه تا آخر. خب یه شعری، حرفی، سخنی راجب آب، راجب پل. دستر پلی سلات، خدا رو میکنم یاد، خدا رو میکنم یاد، ده جانک دخترک، کاشکی میشدم خیاط، کاشکی میشدم خیاط. اگر من خیاط بشم میبودم چطور بود؟ نه خیاط دوست ندارم. خوب نبود، خیاط خوب نیست، درد سر داره. الان 90% افغانی که تو ایرانیم خیاطه. من حالا یوتیوبر بودم خوب بودم، یا یوتیوبر یا خیاط میبودم، کالای شماها را از خوبان را میدوختم. نه خیاط هم خوبیه خودشو داره، ولی یوتیوبر بهتر، کار سختریه. بعد شاعر موگه نه؟ چی میگه؟ مگه دو تا دختر دمی کوچه خیاط است، یکیش غند دیگه شاخ نبات است، امو شاخ نباتش نامزاد است. گرفتی مطلبه؟ بله بله. جانم هستین دوستا، با این شعرهای بی بغل بغل اگر آجی پروریشی ویدیو رو ببین از من مگه یه تو مهی مگه باز رفتی شعرهای بی وزن بی قافیه شروع کردی دیگه. اینمی دیگه لالی دنبه شناخته میشم. خدا که استعداد چی داده لاله دلتنگی نکنه اجی صاحب پرورش، از تو میکنم خواهش، یک قدم پیش یک قدم پس. گرفتی مطلبه؟ دمجگرید نفس، از اینجا خلاص شدیم بریم که باز در کجاها میرم. دمجگرشم جانم آقا حسنمون اینجا نشسته، خسته نباشی.
سلام وقت باشی. حالت خوبه؟ خیلی. من گردشگرم. در بابت از پول چیزی میدونی که برای ما بگی؟ این پول خواجو. پول خواجو؟ این ساخت مال دور شاه عباس کبیره. شاه عباس کبیر. عباس کبیر. آها. شاه عباس کبیر. این چند سال سابقه داره؟ چند سال کونه؟ خدمتش فوق العاده بالاست. فوق العاده. بله. به به. این در اون زمان سیمان نبوده. سیمان نبوده. این اینا با زرده ای تخم مرغ و سفیده تخم مرغ و آهک نو و خاک یه نو سیمان می ساختن که این پول رو سوار کردن رو هم. چندین سال هم هست قدمت داره. خوراکش هم فقط همین آبه. اگر آب نباشه خیلی راحت از بمیره. دوستا اگر متوجه شده باشین او زمان مگه سیمنت نبوده، یعنی کانکریت نبوده. این پول کسی از تخم مرغ و گیل و چیزا بسیار شرخته و مثل سیمان واری جور کرده این پول بالا کرده. ولی زمان شاه عباسی گفتی؟ بله. خیلی سابقه داره؟ بله خیلی سابقه داره. این شاه عباسی از رستم داستان پیش بوده یا بعد بوده؟ نه پس بوده. رستم داستانیه داستان خیاریه. حقیقت نداره؟ خوریه. چرا؟ پهلوانان قدیم بودن ولی دیگه اینا ساختن به نام شاهنامه درست کرد. در بابت رستم زال کدام شعری کدام چیزی میدونی؟ زال در زمان خودش قهرمانی پهلوان بود از زابلستان. ای زال پدرش چی نام داشت؟ نمیدونم. سام نریمان. سام نریمان. آره. آره دقیقا. میگه های امانم گمانم کی رستم توی زی پشتی زال و زریمان توی شاهنامه. های سری گرد داره ورشی دوشخ کمر بند و باریک سینه پرخ. درست گفتم؟ بله درست گفتی. جانم هستی؟ داداش منی. سلامت باشی. دوستا و همراهان عزیز، بالاخره ما رسیدم در باغ گلها. باغ گلها located in اصفهان and نصف جهان. خب ما در صوبه در نصف جهان مگم دیگه. ای از قدیم اموتر مانده باغ گلهایشی واقعا به این طبیعت بهاری بسیار قشنگ و زیبایه. شاعر میگه چی میگه؟ خدا یارت. مگه گلی دیدم گلی گلاب دیدم، گلی دیدم گلی گلاب دیدم، گلی تشنا میانی آب دیدم، گلی تشنا میانی آب شیرین، دیشب ما یار خود در خواب دیدم. بابا چه شعری گفتین واقعا. دیشب وصف این گلاب بود. دیشب اگان خواب یگان که ما شاید یزنم داشته باشم کدام به فکرایش مثل ماری پیچان واری چرخیدی پیچیدی به یادای یزنه ما رفت یا نه؟ آره من همیشه به یادشم. خیلی دوستش داره؟ خیلی دوستش دارم. همزینجی پیام برش بگه. من
خب من الان 5 ماه عقد کردیم و واقعا از وقت وارد زندگیم شده کلن خیلی حس خوب دارم، خیلی زندگیم حس کنم عوض شده، خیلی دوستش دارم. شاعر میگه منم مجنون که صحرا منزل من، فتاده عشق لیلا بر دل من، اگر روزی دوست بارش نبینم مگر آرام نمیگیرد دل من. این دل لحمذب اگر نفع میتپه و میتپه و میتپه. ایزنی ما اگر این شعرا را گوش کردی با همکار جدید ما شاید دلت خیلی بیتپه و بیتپه. بیای یه روز امرای مریکس در یک گلها در یک پارگاه دست به دست هم قدم بزنید، چکر بزنید. خب دوستان ما اینجا گریزه توضیح بدیم. ما یک یوتیوبر هستم، یک گردشگر هستم. خیلی دوستا کامنت کرده بود که تو با امرای ارکس جنس مخالف ویدیو میگرید. صحیح کن ای همکاری ای خودش یک کاره. ای طرف فکر نکنین که آقای سروری چی رقم آدمه. مرق فکرهای بد ایج دم زینی از من ایج نیه. ما اینمی کار مایه. آدم که در یک کار خموره او کار رو باید اول سو بگاه 16 کت زیارت کت بعد شروع کت. ای کار مایه بسیار برای ما مقدس است، بسیار بزرگ است. کسی هر کس فکرشان هر کس در رقم خود نظر میتن. بله اصلا چیزی بین ما نیست، ما فقط به عنوان دو تا همکار داریم اینجا رو میگردیم برای شما، شما هم همراه ما این، هیچ چیز بدی بین ما نیست و فکر بدی نکنید. بله ما شاید داخل یوتیوب قدی 70 تا 80 تا جنس مخالف ما ویدیو ثبت کرده باشیم، ما اونا مرد گردشگری برده باشه. یعنی دیگه هر کس فکرشان، یعنی فکر ما از آبی زلال کدم صافتره. بسر یک یک شما قسم. آره دیگه همین. همین بود؟ همین. خود در بابت پارک گلهای خورده توضیح کوتاه. این گل در هر طبیعت در هر موسم همینجوری شگفت کدگیه یا گلا مرجاو میشه و پلتاو میشه و کلتی میشه و تک مخره؟ اینجا انقدر بهشون رسیدگی میکنن که توی هر فصلی باقی گلهای اصفهان سر جاشه. یعنی مثلا الان فصل این گل نباشه یه گل دیگه جایگزین میکنن و اینا. بعد برای کسایی که علاقه دارن به گل و گیاه و اینا خیلی جای خوبه، خیلی سرسبز پر گل. بعد دیدین دیگه نمایش هم یه جوریه که سنگ فرشه و تزئیناتش هم با گل و گیاه و اینا گلای رنگارنگ درستش کردن و خیلی هم چیز دارن، طرفدار دارن. بسیار عالی. شاعر میگه چی میگه؟ مگه امشب شب مهتاب عزیزم را میخوام، عزیزم اگر خواب طبیبم را میخوام، گوین فلانی آمده اون یار جانی آمده، آمده حال تو احوال تو سفید روی تو سیاه موی تو ببینه جون بره. خیلی خوب بود. یعنی توضیح داده که اون نفر باید حال تو احوال تو سفید روی تو سیاه خال تو ببینه و بره. بله بله عالی بود. عالی حرف نداشت. خودت اهل شعر و شاعری اما اصلا فقط گوش میکنی؟ نه گوش میدم ولی خب لذت میبرم. خیلی خوبه. بسیار عالی. دوست داشتم یه کسی باشم که شعر و شاعری و مثلا کتابای شعر رو بخونم نه، ولی خب وقتش و حوصله‌اش نیست. بعد همون تو قد آدم روز سرکار داریم مگه من شاعر کلانم دریای بی پایانم. هر قدر آب بره و دریا بزرگ شده و بزرگ شده و بزرگ شده میره دیگه برفا آو میشه و کوهات داخلی از سمندر میره بالا 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 میره. آخر نشه که یک وقتی شاعری ما بالا بیه کلی دنیا رو غرق نکنه. جونه مثل غرق شعرهای ما نشین دوستا دیگه. به جگر شما نفس از این پارک یک نمات بگیرم. شیمو مگر آمدین در پارک گلهای اصفهان ضرور بین. سیکن چی یک طبیعت یه به به آلیه جان. بله دوستا واقعا مردم ایران بلده کشور خو خیلی کار کرده، باید
مردم ایران از این کشور خیلی راضی باشه. واقعا اینه ببینید این پارک ها را بین از این پارک ها در حساب صدها نفر در او کار مونه، اینجا صاف و صفایی مونه. هر گولی اگر یک اندگم خراب شده باشه او را میکنه جایش نو کشت مونه. واقعا ما در دربان اون جای که رفتم مردم ایران را خیلی امکانات داده، واقعا نباید ناراضی باشه، یعنی جای عالیه. بله امروحانی عزیز، ما رسیدم در میدان امام. ما خیر خبر ندارم چرا میدان امام مگه؟ ایره میدان امام از چی خاطر مگه؟ دلیل اصلیش رو نمیدونم، ولی خب میدان امام اسم اصلیش نقشه جهانه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به میدان امام شناخته شد و یکی از جاهای دیدنی و میراث ایرانه که توی یونسکو هم ثبت شده. توی یونسکو؟ بله، به عنوان میراث فرهنگی و جهانی تاریخی ثبت شده. اینجا که میگرنم از چیزای اصیلی ایرانی فکرنم از دستبافی ها. دقیقا، دستبافی میناکاری خیلی داره. میناکاری های میدون ما خیلی معروفه، خیلی هم گرونن. بله خیلی قشنگ. بریم. سلام آقا، خسته نباشی. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome to my country. Thank you. I'm from Melbourne, Australia. Australia, welcome. Thank you. I wanna take a small shot please, from your no shop. No problem. You can take a picture from my shop. And when you go into your country, tell it to other person. Go to, into to that to come shop. Here. Yeah. Thank you very much. Nice thank to you. Meet you. Have yeah. a nice day. You can take a picture. Uh huh. رفتیم داخلی از این مغازه‌ای که چیزای سنتی ایران داره. به به، ببین این تصویر. اینجی در بابت از این آقایی؟ چپ‌نویس، محمد حسین چپ‌نویس. چپ‌نویس، یعنی تو با دست چپ می‌نویسی؟ Yes, I write with left hand. Left hand است. Because my father write left hand. Your father also right, yes. Right, right, but you are left. Left, yes. Uh-huh. Oh, your father, both hand. Yes. Right and right left. Right and hand, both of them. Are you just left? Yes. Chapnavis. Yeah, Chapnavis. Okay. Chapnavis. Please. Ino sakhtai ki hai, ino... These are only from Iran. Only from Iran. I have carpet. This is from Tabriz. Silk and wool. Mm-hmm. Very fine quality. Mm-hmm. About 7 months to make one of these. Mm-hmm. 7 months. Those are in the wall. Those are from other country, from Yalame, Isfahan, from Mashhad, from Turkmen, you know, Aliabad, from Sirjan. This is also very famous lion from Iran, from the Parchamema, Parchame Iran, lion. This is a big tiger with this is very important. Iran flag. Yes. Iran flag. Yes. That's very good. That's very good. Guys, when you come to Meydan Imam, must visit Chapnavis, Hussein Chapnavis shop. Thank you very much for everything. Thank you. What about Iran history? How many years old Iran? In the square, about minimum about 450 years old from Safaviyye. Before Milad? Qabli Milad? No. Mm-hmm. You know, about 450 years ago, they make building here, a square king. Okay. It's very fine. This, I have very nice things for the look. Al-Gapu, Masjid Imam, Sheikh Lutfullah, and 40 stone. Very famous. Okay. Please go and see. I have beautiful things. I recommend to my viewers and my friend, when you come to here, must be visit this area. خب دوستا یه بیلدینگ مگه 4050 سال کونه تاریخ داره. 450 سال پیش کونه. دلی. در بابت تیزی عکس که نالی اونجی نشان داد دا کامرا یک اکت بسیار جالب و عالی کرده. در بابت تیزی اکت یا در بابت تیزی امو تو که خود کجوکیل کرده ای آسونه یا گروه؟ نه خب این منظورش اول اینکه میخواسته لباسه محلی اصفهان رو نشون بده، بعدم که از قبل موندن و اینا دوره قاجار. بله. بعد بعدم این یه نماد از اون رقصایی که از قبل بوده و سنتی بوده موله تو اینالی امونجور میتونی؟ نه یک گمون نقشه ایش برو؟ ایشالله.
مثلا شما حتما برید شهر درست کردم یا نه؟ رفتین هتل عباسی؟ درسته؟ هتل عباسی درسته؟ هتل عباسی خیلی بله Very nice سیم؟ آه But a little different گرفتین مطلبه Wow, welcome to Maidani Himam. خوب همراهان عزیز بالاخره ای از میدان امام یعنی 450 سال کونه خیلی بیلدینگ های بلند گفته خود از اینا که وقت سیمیت کانکریت ای چیزان نبوده فقط امور رقم قنجقه زردی تخمه بازی گیلی خاص اینا را میکس کرده این کندر زمانی گاه که بوده دیده که یک خاک و گیل چی قدر اونا لغت مکده و بلیش گاو و چیزا را میچرخانده و میچرخانده تا که اونا ایتر پختشنه مثل کانکریت لشنه خب ما هم رسیدم اینجا از این خاطر گفتم اگر شما آمدین واقعا از فهان جای دیدنی و عالیه شما یقین که ما در تهران یک رقم شاری رش و کش و بیزی و شلوغ پلوغ موشین سرصدا مردمی از این جای چقدر با فرهنگ قد توریست چقدر یک نایف یعنی اوتلای شما رفتی هر چیزشی فرق مونه یعنی شار و دهات فرق مونه این خود دهات نیست ولی قدر تهران و قدر جهانه. کلان نیه گفتی است که نیست به جهانه خب در بابتی از این میدان امام خودی اگر یک ریزه معلومات داری امرای دوستا شریک کو تا کسای اگر بیا اینجا یک دفعه امرای آل و اولاد و دوست و فرند و همسر خود بیا اینجا چکر بزنه خب موقع گردشگر هستم تا که بلده دوستا ویدیو درست کنم برای مردم کارش خورده آسان شنه بله مردم اصفهان خدایش خیلی خونگرمن خیلی بعد توی این میدون امام که یکی از اولین ترین جاهای گردشگری اصفهان توی بازاراش میناکاری پیدا میشه بعد صنایع دستی که دارن خیلی چیزای لباسای سنتی و اینا و الان خود این میدون امام که گفتن 450 سال پیش از دوره صفوی قاجار یا صفویه دقیقاً نمیدونم درست شده تا الان هم چهار طرفش هم چهار تا مسجده یکیش علی قاپویه یکیش مسجد امامه که بهش مسجد شاه هم میگن یکیش مسجد شیخ لطف الله یکی هم سردار قیصری است چهار طرفش بعد دیگه اون مثلا یه قسمتش یه کافه بلندی داره که از اونجا همه میدون زیر پامون معلومه خیلی هم معروفه اونجا که شب هم خیلی قشنگه دیگه به به شاعر میگه که یکی را بادشاه کردی خدا جان از آران را گدا کردی خدا جان امام حسین که فرزند علی بود شهید کربلا کرده خدا جان یعنی این میدان امام کسه شاید در میدان امام حسین رفت داشته باشه از او خاطر دیگه این شعر کسایی نگه که آقای سروری تو به قد بلده امزی دخترها و بغل بغل شعر مگه ای گفتم که سمندره این جانب هر قدر شعر گفت کتابش نامه پایین میشه شعرهای ما پایین نمیشه آره درست فهمیدم بله بله درسته دیگه چی؟ دیگه شعری چیزی حرفی سخنی حرفی سخن نمی بود فقط حرفی سخن نمی بود که ما فقط همین جاها را اکسپلور کنم چطور معلوم میشه در دوربین برای بیننده دوستا بیا ببینه قد از جاها بگرده گلهای زیبا قشنگ مردم خوب سرسبزیشان کل چیزاشی عالی یعنی که اموتو سوسماس گرفتین دیگه بله آره خب بریم یه بغل بغل شم یک نماتی بگیریم برای دوستا واقعا جایی هست که آدم رای خورده غمگین مونه یه تر دیگه جای خیالاتی مو بره بله. یا فقط ما همون حسی دارم یا خودت هم نه واقعا همه حسه داره یه جای غریبانه است تقریبا چون از خیلی قبله خیلی تاریخش مال قبله زندگی که اینجا شاه ها داشتن و اینا رو بخوایم بدونیم خیلی
سرگذشت بدی داشتن و اینا، بعد خیلی باید کار کرده باشن روش تا الان انقدر خوب مونده، از همه جا میان دیدنش. بله، یعنی فکر نمی که زمانی گا فقط امی ار جای ایران یک کشور بوده که زابلستان و افغانستان بوده، توران، ایران، اینا در بین خو خیلی جنگ و دعوا و درگیری بوده. کتابایش اگه بخونی، ایران بسیار کشوری کونه است دیگه. مردم ایران از اون زمان ها خیلی خاطرهای خوب و بد داره، ولی از اون خاطر اینجا که من یک حس غریبانه و خیالاتیه. تو در خیالاتی کی رفتی؟ من؟ گفت نکو خنده که به خنده نور بندی، اگر خنده کنی بیخ مره کندی. خیلی خوب بود، اینو خیلی دوستش داشتم. یادم باشه یه جا بنویسم شی تکرار کنم. آره قشنگ. یعنی بگو نکو خنده؟ نکو خنده؟ که بخنده نوربندی؟ که بخنده نوربندی. اگر خنده کنی؟ اگر خنده کنی؟ بخمره کندی؟ بخمره کندی. کندی، عالی. یعنی که اهل شعرم شدی؟ آره دیگه، دیگه دارم راه میفتم کم کم. انشالله با ما باشیم. ای جای را علی قاپو مگه، یعنی که دمی جای میدان امام در اصفهان ای جای را بلند جور کرده. بسیار ای جای، یعنی اما شات درون و غیرش که گرفته در گوگل زده، خیلی توریست را سوی خود میکشانه، شکفتنگیزی خود میکنه. درست میگم؟ بله، ورودی دولت خانه دوره صفویه بوده و از دوره شاه عباس تا الان مونده که خیلی سال پیش میشه دیگه. شاه عباس هم اینجا کدام اگه امپراتور بوده دیگه؟ شاه عباس صفوی یکی از شاهان صفوی، مال دوره صفویه، مال ایران بوده. بله. اما قیافه از اون قیافه ایمان کدام شباهت داشت یا نه؟ نه نداشت؟ نه، اونا خیلی ترسناکتر بوده. قیافه ایمان در کیها شباهت داره؟ به قول خواهرم به سومالیایی ها یا آفریقایی ها. بله، اونجوری که به من گفتن ریاکشن که نسبت به عکس شما نشون دادن، گفتن یا سومالیایی هن یا آفریقایی هن. ولی کسایی میگه آدمای مشکی آسیا خیلی هم زیر و زبرتره. آره آره، دقیقا شنیدم من. درست گفتم دیگه؟ بله. اوکی دوستا، ایم علی قاپو از این جایی که باید امن نمات کل از این میدان امام معلوم میشه. اون رو به مسجد شیخ لطف الله. یعنی داخل از این بازار چیزای سنتی که با دست کار شده و میناکاری. کدام کاری؟ میناکاری. مینا جان مغرور چهره بیاره در دالان. میناکاری؟ بله مینا. بسیار عالی، بریم میناکاری رو ببینیم. بریم. خب اینجا بخش اول میناکاری یا اینا سنگ دیگه نه؟ نه. هلو، خسته نباشیم آقا، اینا سنگ چی اینا؟ جنسش اولش مس. مس؟ مس. مس تویش کار شده. دوستا جایی که رسیدیم، این گلدوزیار که میگنیم، ما فکر میکنیم اینا از این گل یا سنگ باشه، لیکن اینا اول میس یا کپر است، بس بلی ازی بسیار یک نقش نگاری میشه. اینا اول این شکلیه، بعد لاغ به سرامیک میخوره. سرامیک، بعد روش با دست نقاشی میشه. آه درست، دست بکش رنگش پاک میشه. ولی وقتی پخته شد دیگه با هرچی بکشید. عالی عالی. یه چیزی دیگه آقا، فرض کو اینا اینا اگر اینا گلدانه یا تویش کدام چیزی نوشیدنیه؟ گلدان. فقط گلدان؟ گلدان. اینا فقط برای نمات خانه، که خانه رو خوشگل کنه، قابل استفاده هم هست به عنوان شیرین خوری، نمیدونم میوه خوری، بردستی، اینو میشه استفاده کرد. اینا از صنایع دستی خیلی تاریخی ایرانه دیگه. بله، اصفهان. بسیار عالی، بسیار عالی، جایش بلیم. خب دوستا، یعنی که اینی قابای بسیار قشنگ رکنه، خدا کنه که ما چپ هم نکنم. ایره گفته از چی که داخل از این نان بخوریم، وای چی لذتی داشته باشه. یکم این نمکین رست داخل از این که آدم نوشیجان کنه، لذتی بسیار عالی داره. ما ویدیوی خود بگیرم، بعد بایم از اینجا یک دو دنه به طور عادیه بلده دوستا بگیرم، امرای خود ببرم.
بسیار عالیه. من برمیگردم حالا ویدیو خوب بگیرم بیم از یک تا عادیه ببرم دیگه. بسیار عالیه. بح بح چقدر مقبول. How are you? Where are from? From Australia. Australia. Australia, yeah. بح بح قشنگ. Speak English as well? No English? 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 Okay. Okay. من فارسی بلد یه خورده. فارسی بلد. آره. ملبورن. استرالیا. آره. ای بابا بزرگا. این صنایع دستی از زمان کیها اینجا مانده؟ اینا از کیها میراث مانده به ایران؟ از صنایع دستی قلم زنی برمیگرده به تقریبا 700 سال پیش. اختراع این صنایع دستی را شما میدونین کیها کرده اینجا؟ قلم زنی؟ بله. قلم زنی ها یادم نی نه یه زن نوشته بود یادم نیستن. اینا از زمان کروش کبیر فریدون از زمان ضحاک رستم زال است اینا از زمان اسرافیاب اینا از زمان کیها مینا مونده میناکاری میناکاری مال کوروش زمان کوروشه صنعت میناکاری بله مال اون موقع مال 2000 سال پیشه مال 2000 سال پیش یعنی که 600 سال پیش از میلاد بله بله اوه خیلی عالی خیلی عالی اینا یه نفر اگر اینا رو بگیره ببره خارج اینا خیلی وزنش زیاده وزن زیاد نیست خب این امو افتابه داخل دی کدام چی می نوشه؟ آب، مشروب، چی؟ این دکوریه آه دکوریه ولی داخل دی یک چیز اگر نوشید فکر نیم لذتی خیلی خاصی داشته باشه عالیه بسیار عالی ای ویدیو نزمو کمزی اصفهان خصوصا از میدان امام بود امینجی تمام میشه و تمام گردشگرای دنیا مسیج میه اگر آمدین اگر اصفهان نمادین فرض کن که گردشگریشیم در باد هوا رفت یعنی اصفهان واقعا آرام بخش مردمی بسیار یک برخوردی قشنگ عالی داشت امرای ما خصوصا بر امرای کل گردشگرا امی رقمیه اینجا که ببینید یک چیزای سنتیه دیگه یعنی که فرهنگ ایران را که آدم سرچ کنه یعنی یکقدر یک فرهنگی کنه داره که خیلی زیاد شاید خیلی کشورها این فرهنگش رفته و خلاص شده و تمام شده و لی شده ولی ایران دمش گرم تنوز این فرهنگ زنده گذاشته و زنده مانده دیگه ما خیلی خوشحال شدم که امروز اصفهان آمدم روزی اول است اینجا اصفهان آمدم امی روزی اول گفته از مردم امو رنگ و بوی کل چیزاش بسیار خوشم آمد و چسبید ما همکار ما از اصفهان به مو لهجه اصفهانی دیگه ویدیو را اینجا تمام میکنیم همراهی دوستا خداحافظی میکنیم به لهجه اصفهانی اینجا بگو که امروز گردشگری چطور بود گپای ما چطور بود خودت چیکارا کردی اینجوری سخته من اول یکم یه چند تا چیز راجع به اصفهان بگم بعد بله. خب اصفهان یه چیزش معروفه دیزی و بریونی اصفهان خورشت ماستش خیلی معروفه بعد دیگه پیرمرده که توی اصفهان میبینید بیشترشون دوچرخه دارن کلا معروفن خب هیچ وقت دلتون واسه اینا نسوزن اینا پولدارترین افراد اصفهان هستن خب بعد دیگه یه چیز دیگه هم میخواستم بگم آها اصفهان معروفه به آدرس اشتباه دادن یعنی هیچ وقت آدرس درست نمیدن همیشه آدرس اشتباه میدن خب مردم اصفهان از بعد... خاطر امروز خودت خیلی مر سر کار گذاشته بودی دیر آمدی آره دیگه من تو ترافیک بودم بعد دیگه حرف زدنشون خیلی شیرینه بعد کلا یه زبان خاصی دارن یعنی الان من صحبت کنم شما فکر نکنم بفهمید مثلا اگه من بگم الان من میرم شما فکر کنید من میرم ولی من سر خیابون میرم اسم خیابون میر بعد مثلا استسمسه شما میدونید یعنی چی؟ استسمسه خب میدونید یعنی چی؟ نه. یعنی مشکل از تسمه ماشینه یا هر چیزی یا مثلا آساکاتوکو واقعا یعنی چی؟ یه لجی خواست من نمیفهمم داره پس ساکهای شما کجاست؟
آساکاتوکو. آره خیلی زبون شیرینی داره، بعد خیلی قشنگه، من خدا خیلی دوستش دارم. خب گفتی زبون شیرینی داره، اینجا مثل خود شما دخترای شما میتونه شیرین کلام و شیرین سخن و شیرین معروف. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، مثلا مردم اصفهان اگه اومدین بهتون گفت خره، اصلا ناراحت نشین، خره یه نوع ابراز علاقه است تو همه حرفاشون. من خودم الان تیکه کلاممه، مثلا میگم خره دیدی اینجوری شد، فلان شد، اینجوری شد، بعد حرفاشون هم یه جوری کش میدن و اینا. خره خیلی ابراز علاقه است، هیچ وقت نبود ناراحت شده از خره. مثلا اول حرف میگه خره این اینجوری شد، خره بریم فلان جا. خب این راجع در اصفهان بود، لهجه های شیرینشان. خب هر ایلایتش، هر ولایتش یک لهجه خاص داره. یعنی تهران هم، تهران خوبه ولی شهر خیلی شلوغ برای گردشگری بسیار. اصفهان نمیشه خودش. نه دیگه، اینجا ما خیلی دوستم آمد، خیلی خوشم آمد دیگه. ویدیو نیز من شاید همینجا تمام شنه، این سعی کنی این میمان نوازیشانه که من همدم اینجا نشستم یا ششتم اینجا، اما ویدیو خود خلاص میکنم. خود کسای مغازه دارم اینجا استاده است، بسیار یک لبخند قشنگ هم داره و همراهش یک سلام علیکی میکنم دیگه. ویدیو ما همینجا از طرف ما شد خلاص دیگه. از این بعد هم امی روز کسا کنتینیو داره، لباسی ما هم چنج نمیشه از این هم، بخاطر که ما صبح که هم دیم تا چاشت را یک ویدیو درست مینیم، از چاشت بعد دیگه ویدیو. بعضی کسا پیشنه سال خیلی کامنت گذاشته بود که وای سروری تو کلی ویدیو های خو قد یک لباس ویدیو گرفته، بخاطر که ما شمال رفته بودم یک لباس برده بودم کلی ویدیو قد یک دانه شد، امو تا شد دیگاره. بله لباس هستون خیلی قشنگه. مرسی لطف دارم، من سعی میکنم لباسه متفاوت بپوشم که دیگه زیر کامنت ها جنگ نشه. رفیق کامنت ها چی رقم بود؟ نگتیف، پوزیتیف، خوشت آمد، خنده کردی خیلی. من دیشب فقط داشتم کامنت ها رو میخوندم، میخندم، ریاکشن مردم برام جالب بود. ولی خب فقط میخواستم بگم که من هیچ وقت از هویتم و چیزی که هستم فرار نمیکنم و با افتخار همه جا میگم. تو امرای من شوخی کرده بودی. خب شما اصلا نپرسیدین از من، شما گفتین بچه کجایی، گفتم بچه اصفهان، چون من متولد اصفهانم، درسته افغانیم، افغانستانیم، و ولی خب اینجا به دنیا اومدم. اگه هم افغانی صحبت میکنم نمیکنم به خاطر اینکه بلد نیستم، سختمه، یعنی سوتی میدم اگه صحبت کنم بیشتر به میخندن تو کامنت ها. واقعا من کامنتار خندم، یک نفر گفته خیلی گرگروزی هیشو گفانیه دمجگرش نفس دیگه از طرف از من. خدا یارو نگهداری کل شما، شما خدا نگهدار تا ولاگ بعدیم.